سرخط خبرها. تصرف کامل ولسوالی ورش ولایت تخار توسط جبهه مقاومت. درگیری میان نیروهای جنرال بهرام سروری و طالبان در ولایت پنشیر. ترور یک عضو ارشد استخبارات طالبان در غزنی. افراد مسلح ناشناس یک نظامی ارتش پیشین را در پروان کشتند. جسد فرسوده یک مرد در ولایت دایکندی پیدا شد. جنرال موبین گفته است بعد از قبر مسعود سر قبر ربانی نیز رقص را خواهید دید. ابراز نگرانی آسیا و اروپا از افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان. و بانک مرکزی افغانستان میگوید چین، روسیه و آمریکا در انتظار دریافت لیتیوم افغانستان هستند. با مهمترین خبرهای امروز از کانال زنگوله خوش آمدید. امروز پنجشنبه 15 ثور برابر است با 5 می سال 2022 میلادی. مشروع خبرها. تصرف کامل ولسوالی ورش ولایت تخار توسط جبهه مقاومت. گزارش ها می رساند که ولسوالی ورش ولایت تخار به تصرف نیروهای جبهه مقاومت ملی درآمده است. جبهه مقاومت ملی دقایق قبل با انتشار ویدیوی مدعی شده است که نیروهای این جبهه توانستند که مرکز ولسوالی ورش ولایت تخار را در یک درگیری مسلحانه از کنترل طالبان خارج و به تصرف خود در بیاورند. اما مسئولین طالبان در ولایت تخار تا کنون چیزی بر رسانه‌ها در این مورد نگفتند. درگیری میان نیروهای جنرال بهرام سروری و طالبان در ولایت پنشیر. بر اساس یک گزارش تازه نشر شده گفته می شود که جنگ شدید در قریه دربند فراج ولسوالی عنابه از ساعت 9 صبح میان نیروهای جنرال بهرام سروری و گروه طالبان جریان دارد. طبق گزارش های نشر شده گفته می شود که این درگیری به خاطر انتقام رقص و پایکوبی گروه طالبان در مقبره احمد شاه مسعود صورت گرفته است و علت حمله این نیروها بالای پوسته گروه طالبان را توهین به احمد شاه مسعود خوانده است. ترور یک عضو ارشد استخبارات طالبان در ولایت غزنی. منابع خبری در ولایت غزنی از کشته شدن یک عضو ارشد استخبارات طالبان خبر دادند. این عضو استخبارات طالبان پس از چاشت روز گذشته در ساحه روضه از مربوطات شهر غزنی مرکز این ولایت ترور شده است. فرد کشته شده مسئولیت یک واحد استخباراتی در ولایت غزنی را به عهده داشته است و به گفته منابع خبری از سوی تفنگداران ناشناس بر رگبار بسته شده است. تا کنون فرد و یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. افراد مسلح ناشناس یک نظامی ارتش پیشین را در پروان کشتند. منابع محلی در ولایت پروان میگویند که افراد مسلح ناشناس یک نظامی ارتش پیشین را در این ولایت به قتل رساندند. با گفته منابع محلی این نظامی پیشین که روح الله نام داشت شامگاه روز گذشته در مقابل خانه اش آماج تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و به قتل رسیده است. این نظامی ارتش پیشین کشور در حال بر رگبار بسته شده است که پیش از این گزارش های متعدد مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین از سوی طالبان نشر شده است. جسد فرسوده یک مرد در مرکز دایکندی پیدا شد. رسانه های محلی دایکندی گزارش دادند که جسد فرسوده شده یک مرد در مرکز این ولایت پیدا شده است. با گزارش رسانه های محلی دایکندی جسد این مرد روز گذشته 14 ثور از مربوطات مرکز دایکندی پیدا شده است. گفته می شود که باشندگان محل جسد این مرد را از کوههای قریه میش مرکز دایکندی پیدا کرده و به نیروهای طالبان خبر دادند. بر اساس گزارش ها هرچند طالبان جسد این مرد را از کوه پایین کردند، اما به دلیل فرسوده شدن جسد هویت شخص قابل شناسایی نیست.
این در حالی است که چندی پیش نیز اجساد دو مرد از دو ولسوالی ولایت دایکندی پیدا شده بود. جنرال موبین گفته است بعد از قبر مسعود سر قبر ربانی نیز رقص را خواهیم دید. نشر یک ویدیوی تازه از سوی طالبان که نشان دهنده رقص افراد طالبان در محوطه قبر احمد شاه مسعود می باشد واکنش های شماری از افراد سرشناس و عادی کشور را مبنی بر اشتباه بودن این عملکرد افراد طالبان برانگیخته است. اما سخنگوی پیشین پلیس کابل و فعال رسانه‌ای طالبان میگوید که بعد از اتن در سر قبر احمد شاه مسعود سر قبر برهان الدین ربانی نیز اتن را میبینید. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان رقص شماری از اعضای این گروه در محوطه آرامگاه احمد شاه مسعود را نادرست دانسته و گفته است تلاش ها جریان دارد تا از تکرار این چنین اعمال جلوگیری شود. و ای تأکید کرده است که شخصیت های جهادی مورد احترام حکومت طالبان قرار دارند. ابراز نگرانی آسیا و اروپا از افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان. مرکز مطالعات آسیا و اروپا می گوید که با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تهدیدات امنیتی در منطقه افزایش یافته است. این مرکز روز گذشته 14 ثور با برگزاری یک نشست در قرقیزستان گفت که کشورهای منطقه باید سازوکار مشخصی را برای پاسخ به تهدیدات امنیتی روی دست گیرند. و خبر اخیر این که بانک مرکزی افغانستان میگوید چین، روسیه و آمریکا در انتظار دریافت لیتیوم افغانستان هستند. بانک مرکزی ذخایر لیتیوم افغانستان را به عنوان قوی ترین پشتوانه ارزی برای ثابت نگه داشتن ارزش پول افغانی در مقابل اسعار خارجی عنوان کرده و اعلام می دارد که کشورهای بزرگ مانند چین، روسیه و آمریکا به عنوان بزرگترین تولید کنندگان صنایع جهان در انتظار دریافت لیتیوم افغانستان هستند. بانک مرکزی افغانستان امروز پنجشنبه 15 ثور در یک خبرنامه از ذخایر معادن لیتیوم افغانستان را به عنوان پشتوانه مهم ارزی واحد پول کشور اعلام کرده است. این بانک در ادامه نوشته است که افغانستان در صورت استفاده درست از منابع لیتیوم می تواند در آینده نه چندان دور از نگاه اقتصادی رشد سری داشته و در بخش اقتصادی و رفاه از کشورهای صادرکننده نفت پیشی بگیرد. در این خبرنامه همچنان آمده است که لیتیوم علاوه بر این که به حیث یک عنصر اصلی در تکنولوژی ذخیره انرژی سبز استفاده می شود، در ساخت بطری، تلفن همراه، صنایع نخلیه الکترونیکی، انواع ماشین ها، تکنولوژی هسته‌ای، کامپیوتر، تیاره های بدون سرنشین و غیره نیز مورد استفاده قرار می گیرد. این بود خبرهای این ساعت که از کانال زنگوله تقدیمتان شد. برای دیدن و شنیدن اخبار بیشتر با کانال زنگوله همراه باشید و نظریاتتان را در قسمت کامنت با ما شریک سازید.